از سال 12 تا 16 کنکور به دستور زبان پرداخته بود. 5 سال. در متنزی چند ترکیب وصفی چند وابسته پیشین وجود دارد؟ با ترکیب وصفی شروع کنم. بچه ها وقتی میگه ترکیب وصفی هم صفت پیشین رو میخواد هم صفت پسین رو میخواد. یعنی هم اون هفت مدل صفت پیشین، اشاره، مبهم، پرسشی اینا رو میخواد و هم صفت پسین، اونایی که بعدش اسم بذاری معنی میده، مثلا خانه بزرگ، لباس زیبا، اینا رو باید ببینیم در نظر بگیریم یا نه. ببین ترکیب وصفی ها، این معلم اولین ترکیب وصفی منه، صفت پیشین اشاره، معلم شریف دو تا، معلم باسواد سه تا. سفارش کرده بود که اگه سر قبر ویکتور هوگو رفتم از جانب او فاتحه‌ای برای این نویسنده، این صفت اشاره است و بعدش هم اسم اومده، پس زمین نیست، پس قطعا صفته نویسنده بزرگ بعدیه صفت بیانیه ماست. این نامه مرا به فکر انداخت، متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است. چه بچه ها صفت مبهمه، چه چند، اینا صفت مبهمای ما حساب میشن در حقیقت. حل بشماریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 تموم شد. اصلا لازم نبود صفت وابسته پسینا رو بشمارید، اما جهت اشغال خودتون وابسته پیشیناش هم بگم. وابسته پیشینا که میدونی 7 دست صفت پیشین دارم، پس من هر چی صفت پیشین دارم بشمارم، این یه دونه صفت پیشین، دو تا، سه تا، 4 تا، 5 تا. خب صفت پیشینایی که قبلا حسابش کرده بودم، این 5 تا به کنار ببینم. شاخص ندارم، شاخص ها هم میدونید که شاخص اون دکتر مهندس استاد سید اینا، اونها رو هم باید وابسته پیشین بگیرید که اینجا اصلا نداشتیم، پس همون 5 تا برای ما تعداد صفت تعداد وابسته‌های پیشینمونه. هرچند گفتم اگر با اطمینان ترکیبات وصفی رو میشمردید اصلا نیازی به وابسته‌های پیشین نداشتید تو این سوال.